به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خوش آمدین به ویژه برنامه ماه مبارک رمضان. به سلسله دیدار از خانواده های نیازمند در ماه مبارک رمضان، امروز ما آمدیم به منزل یک مادری که همسرشان را از دست دادن و با عالمی از مشکلات و نابسامانی ها دست و پنجه نرم میکنن. در این برنامه یک مبلغ کمک نقدی و همچنان مقدار افطاری گرفتیم که برای اینا تقدیم میکنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، نزدیک افطار هم هست و سفره افطار هم چیده شده. در کنار مادری هستیم که در واقع با فرزندان خود به تنهایی زندگی میکنند و همسرشان چند ساله میشه فکر کنم فوت کردم. خب باشه، بیشتر با خودینا هم کلام میشیم و جریان خودینا میپرسیم. مادر جان سلام، وقت شما بخیر، روزه و نماز شما قبول. شما همچینه؟ بله. یا براجه من چند سال شده، 12 سال شده برچه پیار برچه میرج بیدم تا امی نجوری ناینا چه دمام رسید بوم قضا کردم. 5 سال میشه من به امی شهر آمدن ایت با شما بگم یه خواشی هم دردین خود من تاشم کار میکنم میارم خود امی سرگرا خود زندگی میکنم. من برج 15 سالم به امی خونه به امی دلیز من کرا میدم به امی تیمی سر شیشنی من امینا اقا همسای خبرم دارم. دیگه مشکل ما امینه امیت دیگه خیلی مشکلات داریم دیگه. خوش شما به جریان باشیم دیگه. یعنی همسر شما چی مریضی داشتن که وفات کردن و چند سال میشه فوت کردن؟ همسر من دیگه 6-7 سال بیشتر نمیشه فوت کردم. خود من 2 سال به دیب پشت درغون میشینیم، پشت درغون اولسویلی اون جگاه میشیشتم به این بیامده گفتم برکه کار غیری ببینم شهر باشه خود ما کار غیری بکنم که درکا خرسر بکنم. خدا را شکر این جگاه اگه باشه میکنم نکنم امیت دیگه شیشته ایم دیگه ما این جگاه شیشته ایم دیگه. باشه میخوریم نباشه سیر میکنیم. عروز گیم که کمک ها شده با ما کسی کمکی هم نداد. به خدا ایت بخونیم و بنده دور نماده. هرچی که بیامدن تسکره گرفتم، بیامدن پیتو کپی گرفتم، ببردم. هیچی بیچی گفتم امتی دیگه. اگه تو در به این کمف ماجیری رفت نه هیچی تسکره شما را مرم ببردم. این پیلی هم دیشنی مصرف شد. خود من امتی وایر دار شیش داریم. درسته. چند اولاد داریم؟ اولادا شما آیا کار میکنم یا نه؟ و در حال حاضر نونآور خونه شما نه؟ بله خود منم دیگه کسی نیه دیگه. 3 تا دختر راجزه دارم و نکمانه به میز خونه اگه میگم دارم بیان بشم. نه اونم کار نداریم. و ای که چی مصرفیات داریم، چه کار میکنیم؟ مصرفیات فقط همین که به خونه برم دخشی کنم، خمیر پخته کنم، من بیاین خودم که در کاخ نماشون بخورم دیگه، سیفی کری کنم. من با یک ماه میش که رفتم به میز متو عارفیان گفتم مگر تو اینجا ننشی. من پس از اینجا من رخصت کردم، گفتم دختر رو کلون که یعنی اینجا نمیای پس ننه نمیگیرم من پس به درش نمیام از اینجا. بله زندگی چطور میگذره وقتی از وقتی همسر شما نیان؟ چقدر زندگی سخت‌تر شده؟ سخته بله. یاد گشته سخت نیادم که مردی به خونم باشه میده که نباشم دیگه گشته سخت نیاسو نکده که اینا کو پیار مایم دیگه. زندگی ما دیگه هیچ چیز دیگه پیشرفت نداره دیگه، هیچ چیزی نیه. امتبا امسال قیامت شده دیگه، چیزی هم نیه. هر چی هم خیلی نگیرینید رن یک من آرد میرم به بچه ها میستانم امتا کار کنم بیان تیرو به بچه ها میستانم میاره شی میخوریم نبود دیگه هیچی هم نگاه شیشته. یعنی موارد شده که شما مثلا شم چیزی نباشه در سفره؟ بله یعنی بپرسیم از اینا خدا اگه ته پیال نون چای اگه خدا جو خدا واسطه که صبر و شکر داریم هر چی نیستیم ما کده باشه پیال نون چای دیشنیم میخوریم ندیشنیم پیال گنگ نون چای میخوریم. بله درسته. بچه و دخترها شما مکتب هم میرن؟ نه دیگه اینا به مکتب عدازه بیامان اینا به مکتب نگرفتم. اینت نگرفتم که اینا امی تذکره ندیشتیم، تذکره امی دخترک ها ندیشتم که اینا کسی هم ویسیل و سایر هم ندیشتیم که ما بریم بدین اینا تذکره بگیریم. گفتم بدین تذکره هم به مکتب نمیگیرم. از این خاطر امی تا بمونه چیزی هم نبود که یعنی بریم ما تذکره بگیریم. درسته. برای دخترها و بچه خود چی آرزو داریم به عنوان یک مادر افغان؟
روزی میدان که خدا جان این کار به امرای خیر اینا به خونه و زندگی اینا برسونه، به مثل من بری بدبخت ایران که بخت نشه ای تو روز گشتگی نبینه ده بیشتر روزی ما میدان انشالله که همگی به مراد دل خود برسند و همگی موفق باشند، با آرزوی خود برسند و زمینه تحصیل برن و فراهم بشه که درس بخونن و برای جامعه خود خدمت بکنن. من خب مطمئنم که شما سختی های زیادی در زندگی دیدیم تا اینجا رسیدیم و ای که باز آله نبودم سر شما هم خب شاید زندگی سختتر بکنه. در مورد عزیز سختی هایی که در این چند سال کشیده میشه کمی قصه بکنیم، بعد از اینکه شوهر شما وفات کردن چقدر سختتر شد زندگی، نبود یک سرپرست در یک خانه چقدر دشواره؟ ما عزمه بیامدیم به شهر به امید سیاسرهای دیشتم برچی ما خود بیامدیم به شهر گفتیم برکه اینجا زندگی ما بیتر شه، یعنی اینجا خوبه خدا را شکر با همین لقمه تر خوش که خودشتی به چه حق همسای قیم خوش بادن کسی کار نداره، همین خوبیت به شهر داره دیگه. یار دیگه کمک ما به شهر ندیدیم هر روز که بیامدیم، هر چی هم کمک بیامد مثلا منو همینا گه همین کارانتینی و همین چیزا همینا بخوردن با ما بیوزن و سرقدارا کسی چیزی نداد که ما همین غریبی خوب رفتیم بکردیم بیان صبح نمایشم خودم کودک خوب بخورد. ماه رمضان هست و روزه داریم همه ما و شما، این چند روز چگونه سپری کردیم؟ به سری چیزی به خونه بوده؟ به افطار چیزی داشتیم؟ خدا از پیالین چای دیگه اگه چیزی به تیرا بیره چرتا که چلی بستانده بیاردیم خود در چای خوب بخوردیم که نبید اگه دیگه صبر شکر خدا داریم دیگه چگار کنیم دیگه در چی که نصیب ما باشه. روزه خدا داریم؟ بله یا روزه خدا داریم بیشتر خدا داریم شکر روزه خدا داریم. سخت خطر نشدی روزا گوشنه توشنه؟ نه دیگه خدا صبر دیر میده. سرکارم برفتیم به چند روز؟ سرکارم میرم ولی هر روز میرم سرکار. باز کارا شما کارگریه دیگه سختتر هم هسته و شاید توشنه بشین دیگه. توشنه کن میشین دیگه ناچارین دیگه کار مردم ها دیگه چکار کن. درسته. بچه شما کار نمیکنم؟ نه ورشگه کار ما کار نمیکنم، دختر آجیزی به در کردن نمیتونم خانه کنه برم به کار ببرم. درسته. بسیار خوب. خیلی خوب. ای که در ماه مبارک رمضان وظیفه مردم که اقتصاد بیتری دارن چیه به نظر شما؟ مثلا در دین ما بوده که هر کس وظیفه داره، کسی که اقتصاد داره توانایی داره تا معیار فیکس تعیین شده که شما چقدر مثلا از پول خو از زمین خو از طلای خود زکات بدیم یا فطریه روزه بده. بعضی ها این کار نمیکنن، این واقعیته. چی گفتنی داریم شما به عنوان یک مادر که امروز شرایط طوری رقم خورده که نیاز داریم که همکاری بشه با شما؟ چی گفتنی داریم به کسایی که پول دارن؟ اونا باید چه کار کنن به نظر شما؟ اونا کسانی که پول دارن عقلا نمقدر بدن که امی بچه ها ما مگوش نگی نوره همیش گاه لقمه تر خوش که ما به پولی نزدیندگی کنم ما روز ما امی نده. درسته. به نظر شما اگر امی سرمایه‌دارا جامعه ما امو چیزی که خدا و قرآن گفته امو کمک کر بیام توضیح بکنم فقیر میمونه به جامعه ما؟ میشم به خدا دیگه آدم چی گفته میتونه که میدم نمادم آدم چیزی گفته میتونه که یعنی میدم. درسته. و کسایی که کار خیر میکنم چی گفتنی بر اینو داریم؟ آدمای خیلی گل و شریفی هستم ایتا باقی نتازنده باشین دعا میکنیم ایتا تشکر میگیم بزینا دعا میکنه که امی کمک به ما بکنم که تا زنده باشیم بقیه دعا میکنه که یعنی امی تا کمک به ما بکنم ما دعای گوش سر اینا اینده که از بیشتر دیگه. بسیار خوب. بسیار خوب. ما هم به امی با آنها آمدیم با شما چند لحظه صحبت بکنیم و برگ سبز توفه درویش مقدار پولی وا کنیم حساب کنیم سه کنیم چنده؟ پنج هزار. همین تقدیم شما ایر خواهر گرامی از کشور سوئیس روان کردن با امرای افطاری که مد نظر گرفته شده برای شما تقدیم. انشالله که ای بتونه یک گره از مشکلات شما رو باز بکنه. خیر بینید. تشکر. دست شما درد نکنه. خدا جا شما تیار خوشحال داشته باشه، شما موفق داشته باشه. برای جا تا زنده باشین برقه شما دعا میکنه. سلامت باشیم، زنده باشین و چیزی اگه به خونه کم داریم میشه که باز به خیر خرید بکنیم یا ای که برای همکارا میگم که انشالله
به برنامه امداد که ما توزیع روغن و برنج داریم شما رو به اون لستم بگیرم، چون شما مادر تنهایی هستیم و شرایط زندگی مشخصه که با دشواری های زیادی روبرویم و زندگی سپری میکنیم. بسیار عالی. و بچه شما همه چون خودی مگرب میزنم یا نه؟ خوبی لالا جان؟ خوب. اسم تو چیه؟ مصطفی. مصطفی جان چند ساله ای؟ 5 ساله. 5 ساله ای. مکتب هم میری؟ صنف چندی؟ صنف اول دو. اول دال کدوم مکتب؟ مکتب پرگینه. پرگینه. خیلی خوب، خیلی خوب. امسال صنف اول دو؟ امسال ولی آی بردم، گفتم بردم نکه بگیرم دیگه. چه بگیریفتم دیگه. میره درس خو میخونی؟ بله. بسیار خوب. مسجد هم میری؟ به کجا برسیدی؟ سیپاره رو بخوندی؟ نه تا حالی نخونده سیپاره. حالی نه بس ما لایمی تا نمی چیز میخونه. الحمدلله اینا رو میخونه دیگه. نه دیگه. بله. خیلی خوب. انشالله که موفق بشی. باشه یک سوال تکراری بکنم. سوال خسته کنه ولی از بچه خورد باید همیشه بپرسیم سوال چون انگیزه بدیم برای اینا که آینده خوبی رو برای خود رقم بزنم. در ساخر که بخونی بخیر با آینده چی کاره می بشی؟ چی خوش داری؟ به داخل تلویزیون میبینی، دکتر میبینی، عالم دینی میبینی، سرباز میبینی، خبرنگار میبینی، چی خوش داری؟ چی کارش میبینی؟ انجینری بشی چی کار بشی؟ انجینری خوش داری؟ بخیر بخیر انشالله انجینر بشی یک روزه. خب خیلی شما خوش داریم بچه شما چی کار ما خوش داریم دیگه می ته بشه که پرد و گزارین اینا بشه دیگه انجینر باشه هر چی دغ روزی علار خدا بزینه بده خدا جو اینا تیار خوشحال داشته باشه اینا موفق کنه. ما به قصه از اینه که انجینر باشه دکتر باشه هر چی باشه مدا زندگی خوب باشه می ته دیگه لقمه تر خوش که داشته باشه مثلا ما بره اول در رنج خود نه ان شاء الله که قوی باشیم و اینکه چیزی که خیلی مهمه فرزند شما باید درس بخونه. رهایی از فقر و بدبختی و بیچارگی در گرو کسب علم و دانش. ما امروز در جامعه خود متاسفانه اکثر مشکلاتی که داریم ریشه در بیسوادی داره و اگر درس بخونیم، خب درس خوندن هم شرایط لازم داره. من میفهمم که با کیسه خالی هم نمیشدم درس بخونه وقتی غم شکم و نان باشه دیگه درس هم خونده نمیشه، مگر اینکه باید خیلی سخت مبارزه کنیم و تلاش بکنیم تا اینکه درس بخونیم. جامعه ما زمانی میتونه به شکوفایی دست پیدا بکنه. زمان جامعه افغانستان میتونه به نظر من که ما از زیر خط فقر بیرو بشیم و تبدیل بشیم به یک کشور که حداقل خودخور بشیم و دستمون دراز نباشه به دیگه جا، که نسل ما نسل باسواد باشه، نسل ما نسل تحصیل کرده باشه، نسل ما به ای باور و خردمندی برسه که خود ما میتونیم این وطن را آباد بکنیم و متعهد باشه نسبت به خاک خود. ما امروز متاسفانه طی سالیان بسیار درازی مشکلات زیادی را متوجه شدیم که نظام های مختلف عوض شد در کشور ما و حالا گذشتگان کسانی بودند که وحده های میان تویی و میان خالی میدادند ولی در عمل تعهد نسبت به این خاک نداشتند. خیلی ها خیلی راحت بخزم کشور تنها گذاشتن و رفتن، دیگه امروز مشکلات چند برابر ساختن. خب به هر حالش تشکر که ما پذیرفتیم به خانه خود و خیلی خوشحال شدیم. تا لحظات بعد دیگه اذان است و افطار، ما با شما خدافیزی میکنیم. اگر گفتنی داشته باشیم به می خواهر محترم ما با دوستایی که بانی کارهای خیر میشم در این ماه مبارک رمضان و این ماه ما شما بپرسم که امشب شما خوشحال میان؟ بله یا خیلی همیت بیامادیم بخونیم و خیر بینیم به کلبه غریب ما. خیلی خوشحال شدم در شما درد نکنم. تشکر از لطف شما برای خدا جنور شما تیار خوشحال خود اولاد و فرزند شما خود زندگی شما تو شما تیار خوشحال موفق داشته باشه تیار باشیم زنده باشیم موفق باشیم. تشکر که با ما همراه بودین. تا لحظات بعد هم از آن هست و افطار ما هم به خیر افطار باز بکنیم و دعای خیری میکنیم در کنار سفره افطار که خداوند سرزمین ما را همیشه آباد بگردان، خداوند فقر و تنگدستی ریشه کن بساز از سرزمین ما و ای که همه مردم ما در آسایش و آرامش کامل مثل سایر ملل جهان زندگی بکنند. امیدوارم پسندیده باشین برنامه ما. خیلی خوشحال میشم ما را حمایت کنیم در یوتیوب. حمایت شما خیلی ساده، لایک کنیم ویدیو رو با دوستاخ شیریک کنیم، اگر عضو نشدین سابسکرایب کنیم یا مشترک بشیم، کامنت هم برای ما بنویسیم. خیلی ساده، از این هم برای شما نداره. وقت شما خوش، خدا نگهدار.